هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی با ما همراه هستن. آقای حسنیاری خیلی خوش اومدین. ارزیابی شما در مورد ارسال جنگنده های F-35 و تقویت حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در واکنش به تلاش های ایران برای توقیف گشت های تجاری چه است؟ درود بر شما خانم آوین و درود بر ملت مقاوم ایران. همونطوری که انتظار میرفت و آمریکایی ها چند روز پیش اعلام کرده بودند، این اسکادران هواپیماهای F-35 وارد منطقه شد و دلیل اصلی اینها طبق گفته سنتکام ایزاهایی است که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و اخیراً ارتش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برای کشتیرانی جهانی و نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اعمال کرده. بنابراین آمریکا بر این است که با اعزام این هواپیماهای و جنگنده های دیگری رو که قبلا در منطقه مستقر کرده و همینطور ناوشکن ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای تردد کشتی های نفتکش هرچی بیشتر امنیت به وجود بیاره و خب این بهتر باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی به این منطق برسه که در نتیجه میتواند دست به تحرکاتی بزنه که اینچنین عکس العمل آمریکا رو به وجود بیاره. خب آقای حسنیاری، فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی در برابر ارسال نیرو و نظارت بیشتر ایالات متحده بر تنگه هرمز چه خواهد بود؟ انتظار میره که جمهوری اسلامی همونطوری که تا به حال انجام داده عملیاتی رو ادامه بده، با این قایق‌های تندروی سپاه به کشتی‌های نفتکش حمله بکنه، در صورت امکان اونها رو ضبط بکنه، به آب‌های دریایی ایران ببره تحت اتهامات واهی نظیر آلودگی آب‌ها، نظیر قاچاق نفت، نظیر حملات و یا اینکه درگیری‌هایی که با قایق‌های ماهیگیری جمهوری اسلامی داشتند. بنابراین انتظار می‌ره که جمهوری اسلامی به این کارها، به این تحرکات و تحریکات دست بزنه. ضمن اینکه بایستی اشاره کرد همچنین جمهوری اسلامی تنها مزاحم و تنها عامل به اصطلاح توجیه کننده حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نیست. در سوریه هم نیروهای روسیه، نیروی هوایی روسیه به خصوص در ماه‌های اخیر سعی کرده که در کار نیروی هوایی آمریکا در برخورد با گروه داعش مشکلاتی به وجود بیاره و آخرین این مشکلات به چند روز پیش بوده که برای یکی از این پهپادهای آمریکا نیروی دریایی روسیه مشکلی به وجود آورده. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی و دولت روسیه هرچی بیشتر و پیشتر همکاری‌های خود رو در منطقه در دو سوی خلیج فارس ادامه می‌دهند، با این امید که نیروهای آمریکایی رو وادار به خروج از منطقه بکنند. همونطوری که آمریکایی‌ها گفتند، این وظیفه است که برای خود و برای متحدین خود در قبال متحدین خود برای خود تعیین کردند که عبارت باشد از همین ایجاد نظم در منطقه، امنیت در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص در تنگه هرمز. بسیار متشکرم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی.